در استودیو خانم شکریه بارگزای سفیر افغانستان در نروژ و دکتر ملک ستیز تحلیلگر روابط بین الملل از دانمارک با ما هستند و در آغاز شروع میکنیم با آقای ستیز. سلام بر شما آقای ستیز. میشه که اشاره بکنیم که پیش از این ترامپ هم خواهان یک طرح گسترده ای برای مبارزه با داعش از پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده شده بود. حالا این طرح برای مبارزه با داعش در بخش مرزی افغانستان و پاکستان چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه؟ سلام بر شما به سفیر بارگزای و هموطنان عزیز. ببینین آخرین پژوهش های بین‌المللی پیرامون جغرافیای سیاسی جهان نشان میده که در دنیا سه جغرافیای بسیار خطرساز و تروریست بربر وجود دارند. یک جغرافیایی که در صحرای افریقا را در بر میگیره که به ویژه کشورهای مانده لیبیا، چاد، سودان و نیجر که در این جغرافیا گروه های تروریستی تحت رهبری بوکو حرام و نسبتا القاعده فعال هستند. جغرافیای دوم که در خاورمیانه خیلی فعال هست در میانه عراق و سوریه قرار دارد. در عراق شهر موصول و در سوریه حمص و یک شهر دیگر که می اکنون در ذهن نیست در بر میگیرم. البته این جغرافیا به صورت خاص داعش در رأس این جغرافیا قرار داره و برنامه های گسترده تروریست پرورانه رهبری میکنه. جغرافیای سوم که از او نام برده شده قبایل مرزی افغانستان و پاکستان، یعنی اون طرف خط دیورند را در بر میگیره که بیشترین مناطق مانند وزیرستان شمالی و جنوبی، مهمند، خیبر، اورام و باجول را در بر میگیره. با باور این پژوهش که در واقع یکی از مهمترین پژوهش های ژئوپلیتیک است، چنین تصور میشه که دو کتگوری اول و دوم در حدود قابل ملاحظه قابل مهارسازی هستند. اما گزینه سوم مهارسازیش خیلی دشوار است، بخاطر از اینکه در این گزینه نه تنها نهادهای تروریست پرور از جمله طالبان، داعش، القاعده، گروه حقانی و گروه های خرد و کوچک دیگری که در این زمینه خیلی فعال هستند با حمایت برخی از دولت ها و ساختارهای استخباراتی فعال هستند. تشکر آقای ستیز. با توجه به ادامه صحبت که آقای ستیز داشتند میخوایم از همونجا شروع بکنیم که بحث راه‌اندازی عملیات در بخش های مرزی پاکستان و افغانستان و وجود گروه های تروریست که بیشتر از 50 گروه هراس افکن شاید باشه قبل از این هم مطرح بوده. ناتو هم عملیات راه‌اندازی کرده و خود پاکستان هم عملیات راه‌اندازی کرده. آنها چقدر نتیجه داشته که بعض این طرح جدید بتونه نتیجه داشته باشه؟ تشکر. با سلام به همه بیننده های عزیز و جناب آقای ستیز. ما میخوایم بگیم که بر فعلا آنچه که با عنوان سیاست جنگی امریکا بیشتر میخوایم به این عنوان یاد کنم در افغانستان پیش برده میشه از طرف مثلثی که در حقیقت همه ایشان دور ماموریت به افغانستان داشتن و شناخت بیشتر از تهدیداتی که افغانستان به او مواجه بوده و از منطقه جنگ و بخصوص جایی که جنگ بوده. البته معلومدار مردم افغانستان و دولت افغانستان باید جدا کوشش کنه که از سوریه ساختن افغانستان و یا از عراق ساختن افغانستان به پرهیزن و نگذارن که افغانستان دوباره در یک آشوب منطقوی درگیر بشه. اما به هر حال وقتی که عملیات نظامی گفته میشه در بین مرز بین افغانستان و پاکستان صورت میگیره، در حقیقت بر اولین بار یک چراغ سرخ است که به جانب پاکستان داده میشه.
به دلیل اینکه اونا همیشه خواستن که خودشان ابتکار عمل به دست داشته باشند و مانع شدن تا عملیات های مشترک نظامی یا عملیات های مستقل نظامی از طرف امریکا اونجا پیش بره. اما به باور من در کنار از اینکه عملیات نظامی پیش میره، باید سیاست بسیار واضح و روشن هم از آدرس کاخ سفید مطرح باشه، مخصوصا در مورد پاکستان، در مورد داعش و در مورد ادامه چگونگی رابطشان با افغانستان و بخصوص در امر مبارزه با تروریسم. یعنی شما این طرح بیشتر یک هشدار برای پاکستان میدانید؟ من فکر میکنم در مرحله اول همین چیز است، یک هشدار به پاکستان و یک نوید دیگر به افغانستان. اما اتفاقی که میفته بعد از این طرح فکر میکنین چی هست؟ قبل از این عملیاتی که پاکستان را اندازی کرده بود، خیلی از گروه های هراس افغان تانستن زمینه ای را پیدا کنن که به افغانستان فرار بکنن و بالا گرفتن جنگ ها را ما در مناطق مختلف افغانستان شاهد بودیم. چگونه و با چه اقداماتی باید صورت بگیره که این اتفاق نیفته دوباره؟ من فکر نکنم که این جنگ جویان پاکستان وقتی که دولت پاکستان همراهش جنگ کرده آمدن به افغانستان، برخلاف کسایی که به افغانستان میان جنگ میکنن، اینا کسایی هستن که تربیه میشن و ترین میشن و به افغانستان فرستاده میشه. یعنی او کسایی نیست که بخواد با پاکستان جنگ کنه، راگ و مکش باز بیا به افغانستان جنگ کنه. اگر به نحوی هم باشه فکر میکنین عملیات بهانه ای هست برای فرار دادن گروه های مخالف به افغانستان؟ ما در اول گفتم که افغانستان نباید دوباره میدان جنگ قدرت ها باشه و در اینجا ما باید بسیار عقلانه تصمیم بگیریم و مالدار مسای مشترک بین افغانستان و نیروهای خارجی یک امر حتمی باید باشه. اما وقتی که عملیات و مرز مشترک یاد میشه بین افغانستان و پاکستان، مالدار چیزی که پاکستان نمیخواد. پاکستان همیشه خواسته که در بین شهرهاش جدایی از آنچه که مرز خوانده میشه. شما اگر ببینید با پنجاب، با سند و کویته داخل شهرش مراکز آموزشی وجود داره که مالدار در مرز نیست، اما این مرزی که هست ناامن است. این مرزی که هست متاسفانه استفاده غلط ازش صورت میگیره. این مرزی که هست یک بهانه است. بگذارید به این بهانه ها نقطه پایان گذاشته شوه و عملا ما ببینیم بالاخره بعد از 15 سال که چی میتونه به عنوان یک دستاورد مطرح شوه و قاطعیت جهان و اونهایی که دوستای استراتژیک افغانستان است در امر مبارزه با توریسم و داعش مخصوصا که فعلا گپ داعش مطرح است چگونه میتونه تشکر. باشه. آقای سیدیس چقدر فکر میکنین عملی کردن این طرح میتونه از زمینه جنگ بیشتر و افزایش جنگ در افغانستان فراهم بکنه؟ خب شما اجازه بدید تحلیل من تمام کنم، چرا بدون این تحلیل شما نتیجه گیری من نمیتونم بگیرم. تحلیل من طوری بود که ما سه گزینه تروریست پرور در جهان داریم که یکی از خطرناکترین از او که مهارسازی این روند را به دشواری ها و چالش ها مواجه کرده همین منطقه ماست و دلایلش را مطرح کردیم که در سایر نقاط این تروریست ها به عنوان گروه های انفرادی عمل می کنند، اما در منطقه ما تروریسم پشتوانه های دولت ها را دارد و این پشتوانه دولت ها زمینه را برای مهارسازی تروریسم در منطقه ما به چالش های بسیار گسترده مواجه ساخته. دو منبع بسیار مهم که یکی منبع فکری این تروریسم است و یکی هم منابع اقتصادیش باید مورد بررسی کسانی که در علیه امچو یک برنامه مبارزه می کنند اهمیت پیدا می کنند. منبع فکری یا دکترین این گروه های تروریستی همون افراطیت و تندروی و استفاده از ارزش های اسلامی است که زمینه را بسیار مساعد می سازد برای جوانان که به این گروه ها بپیوندند یا سربازگیری کنند. اما منابع اقتصادی این گروه های تروریستی خیلی گسترده است. تا زمانی که به منافع اقتصادی یا منابع اقتصادی این گروه ها توجه صورت نگیره و این نخشکه، به باور ما مبارزه علیه این گروه های بسیار مهم و فعال در منطقه ما خیلی خیلی دشوار خواهد. در بخش مهمش که منابع اقتصادی را باید پیگیری بکنن، کدام آدرس باید سراغ بگیرن؟
ببینید شما اگر از لحاظ منابع اقتصادی بگیرین، یکی منابع رسمی دارین که توسط دولت ها اجرا میشه. از این سبب است که آقای ترامپ در آخرین سخنرانی خود خواهش منابع بیشتر رسمی در مبارزه علیه تروریسم از کانگرس کرد. اما جدا از منابع رسمی، یک سلسله منابع غیر رسمی است که در دوران میفته و این منابع غیر رسمی مهمترین چالش برای توریست هاییست که در منطقه ما اینها فعال هستند. این منابع غیر رسمی دسترسی این گروه های تروریستی و شیخ های بسیار پولدار خاورمیانه است، دسترسی اینا به نفت است، دسترسی از اینا به مواد مخدر هست و تا اندازه هم که 1% بسیار ناچیز این منابع را شکل میده، تحمیل جمع‌آوری یک سلسله حمایت‌های منطقه‌ای از طرف مردم است. این منابع به نظر ما خیلی منابع مهمی هستند. تا زمانی که شما این منابع را نخشکانین، در جغرافیایی که گزینه سوم ما را نام بردم، خشکاندن تروریسم یک کار خیلی دشوار خواهد بود. تشکر. خانم بارگز، فکر میکنین چرا ایالات متحده وقتی چنین طرحی را داره با منابع مشخص که آقای ستیز هم اشاره کردن که میتونه مهم باشه و زمینه ساز باشه مراجعه نکردن بیشتر؟ ما با اینکه تایید میکنم گپای استاد ستیز، میخوام چند مورد دیگر هم بهش اضافه کنم. برای مهار نمودن جنگ و یا هم در نهایتش برای پایان دادن به این قائله، قوت نظامی بخوایم نخوایم یکی از وسایلی است که باید ازش استفاده شود. خشکاندن منابع مالی بدون شک، تجهیز نیروهای ما، این هم باید به مو بخش بره. پلان و استراتژی مناسب که برای سرکوب ساختن و در عین حال خونسا ساختن برنامه های شورشی هم باشه. زمینه سازی برای رشد و اقتصاد و انکشاف در داخل افغانستان، این ضرور است، به دلیلی که دیگه فقر و بیکاری نباید عنصر جنگ در افغانستان تقویه کنه. و ششمش حمایت سیاسی از موضع افغانستان، که این من فکر میکنم اگر به این شکل یک پکیج امریکا پیش بره، دستاوردش بیشتر میباشه. برای خشکاندن منابع مالی همه در جریان هست که احتمال وضع تعذیرات متصور هست. در بعد از روی کار شدن حکومت ترامپ، ما دیدیم که موضع‌گیری از اینا نسبت به پاکستان، نسبت به ایران، کاملا یک شکل و قیافه دیگه‌ای را به خود داشته. از زبانی که همراه از اونا و پیام هایی که از آدرس ترامپ به او کشورها داده میشه و مراتب متفاوت تر از گذشته است. اما سیاستی که خود ترامپ مطرح میکنه، آیا شخص خود ترامپ هست یا حزب جمهوری خواه؟ این مشکل است که ما بگیم که چقدر سیاست های از اینا طرفدار داره و چقدر نداره. اما در نهایتش وقتی که شما دوباره عمل کرد دولت میبینین، به این معناست که یک شخص مثل ترامپ میمطرح میکنه با زبان کاملا غیر سیاسی و در عقبش دستگاه است که پیش میبره. به هر حالش این طرح میتونه که چه فرصت ها را و چه چالش ها را برای افغانستان به خصوص مطرح کنه. وقتی ما نگاهی میاندازیم خصوصا در حال حاضر به روابط افغانستان و پاکستان، روابط افغانستان و پاکستان هیچ گاه به این حد در وضعیت خراب و ناجور قرار نداشت مثل که امروز هست و هیچ گاه دولت پاکستان اینقدر احساس ترس از افغانستان نداشت مثل که امروز داره. من نمیگم که این ابتکار از دولت افغانستان بوده، اما بدون شک بعضی پیام هایی که از افغانستان به پاکستان رفته تاثیر مستقیم خود داشته. امی که افغانستان از یک جغرافیای منزوی بیرون میشه و از وابستگی به نهایت از دست پاکستان بیرون میشه، این زمینه مانا را واقعا بر پاکستان تنگتر و کوتاه‌تر ساخته. اما آنچه که بیشتر به عنوان فرصت ها و چالش ها گفته میشه، در جنگ شاید چالش بیشتر باشه تا فرصت، اما در برنامه ای که برای جنگ ساخته میشه، مخصوصا فعالیت های نظامی، اونجا باید روی فرصت ها بیشتر تمرکز کنیم. تشکر. آقای ستیز، شما هم فکر میکنیم که اگر این طرح عملی بشه، خصوصا در بحث نظامیش، میتونه چالش های زیادی را در بخش مرزی ایجاد بکنه و از طرفی برای افغانستان، و در نهایت فکر میکنیم که این تصمیم یا طرح میتونه افزایش نیروها را در پی داشته باشه؟ به صورت قطع وقت با ادامه فرموده های
بانو سفیر، ما میخوایم بگویم که اصلا ادبیات که دولت جدید آمریکا مطرح میکنه خیلی قاطع هست، یعنی نسبت به او ادبیات متعارفی که اوباما در برابر توریسم و افراطیت مطرح میکرد، این ادبیات خیلی ادبیات جدی هست و نشانگر یک سلسله تحولات بسیار مهم در منطقه ما خواهد بود. امین که امین گزینه سوم را که ما مطرح کردم و این جغرافیای غیر قابل کنترل که در مرز افغانستان و پاکستان قرار داره، اگر این زمینه حملات و یا برنامه های عملیاتی نیروهای آمریکایی را برایشان مشروعیت ببخشه و در اینجا عملیات بکنند و پاکستانی ها هم بر این اصل توافق بکنند که خیلی بعید به نظر میرسه، به نظر ما یک دستاورده بسیار بزرگ برای تغییر در وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان خواهد بود. اما باز هم فراموش نکنیم که وقتی ما میگیم جنگ، جنگ از سه عنصر شکل گرفته، یکی داکترین جنگ است یا فکر جنگ، دوم منابع و تجهیزات جنگ است و سوم هم جنگندگان آنان که در میدان ها میرزمند. ببینید هر سه در واقع منبع جنگ یا اثرگذاری جنگ به دوش ایالات متحده امریکا است و مدیریت این سه منبع به دست ایالات متحده امریکا است. به صورت قطع هر تأثیر، هر تغییری که در این سه منبع در منطقه ما اتفاق بیفته با نفع امنیت و ثبات در افغانستان خواهد بود. سپاسگزارم. و خانم بارگزایی در آخر میخواییم از شما بپرسیم که در کنار این بحث طرح روسیه و تلاش های روسیه هم برای مبارزه با داعش مطرح میشه، در کنارش حکومت افغانستان چه مسئولیتی داره در بین تمام این تلاش ها؟ من فکر میکنم که فعلا بر حکومت افغانستان مهمتر از این که فوکس کنه که طرح روسیه بر مبارزه با داعش چی است، بیشتر فوکسشان سر از این باشه که چرا روسیه طرح را برای حمایت از طالبان مطرح کرد. ای بر ما بسیار مهمتر است. و دل از این که مبارزه با داعش، مامدار داعش از لحاظ ایدئولوژی هیچ پناهگاه و جایگاه و خواستگاهی در افغانستان نداره، اما متاسفانه مانورهای را انجام میده که میتونه افغانستان را به چالش بکشنه. ما در این مورد میخوایم یک کاملا مرتبط به بحث قبلی یک موضوع اشاره کنم. پاکستان شاید در یک مرحله از سیاست خود قرار گرفته باشه و در لحظه که اینا بسیار نزدیک هستن با روسیه و چین در اواخر، که خب شاید از پیشنهادی که برشان میشه در قسمت پاکسازی مرزها اگر ابا ببرزن، مالدار او طرف یک گزینه خوبتر و بهتر را دارن. و در لحظه که روسیه باور شمیز که امریکا در جنگ با داعش بسیار صادق نیست و بدبختانه امریکا باز به یک فکر دیگه با داعش نگاه میکنه، تفاوت و دیدگاه متفاوت و مخصوصا منفعت در جنگ و تعریف منفعت بر کشورها و قدرت‌های سیاسی در این منطقه وضعیت افغانستان با گذشت هر روز دیگه به چالش میکشانه. سپاسگزارم از شما خانم شکریه بارگزای، سفیر افغانستان در نروژ و آقای دکتر ملک ستیز، تحلیلگر روابط بین‌الملل از دنمارک.